خانم آقایان خوش اومدید به نبرد رویایی دنیای شطرنج علی رزا فیروز فیروزجا در مقابل مگنس کارسن به نظر شما بازی جذاب تر از علی رزا فیروز و مگنس کارسن توی دنیای شطرنج واقعا وجود داره یا نه البته توی زمان حال کاری به بازی کلاسیک ندارم این رویا روی مثل دربی استقلال پرسپولیس میمونه عین ال کلاسیکو رئال بارسا مساویش هم جذابه همه دلهوره دارن ببینن چه اتفاقی میافته. اما جایی نرید چون این بازی با نتیجه تصاوی به اتمام نرسیده و بازی نتیجه داشته ویدیو رو لایک کنید کانال رو هم سابسکرایب کنید تا خانواده شطرنجیمون نه جامعه شطرنجیمون یه نفر گفته بود خانواده قشنگتره واقعا درست میگه بزرگتر شه و خب این بازی توی مسابقات فریستال در قسمت یک چهارم نهایی برگزار شده دو روز مسابقات رپید بود به اتمام رسید اومدیم به یک چهارم نهایی حالا بگید فرق رپید و یک چهارم نهایی چی بود هیچی نبود اونجا بازی کردن که مشخص بشه چه کسی قراره با کی بازی کنه کلا هشت تا پلیر دیگه از همون یک چهارم شروع میکردید به قید قرعه ولی خب با هم بازی کردن دو روز رپید داشت مسابقات نفر اول با هشتم بازی میکنه عبدالستاروف و دینگلرن مثلا علیرضا فیروزجان نفر چهارم با نفر پنجم مگنس کارسن قراره بازی کنه لیوان اورونیان مثلا هفتم بود با وینسنت کیمر دوم بازی میکنه به این شکله و بست آف تو هم هست دور اول بازی کلاسی که بالاخره یک ساعت و نیم بازی کن ها زمان دارم بریم سراغ بازی علیرضا فیروزجا با مهره سفید بازی رو با حرکت ای چهار آغاز کرده جای مهره ها رو هم دقت کنید فیل ها سمت چپ صفحه هستن شاه اینجا شاید باورتون نشه سفید توی بازی توی حرکت دوم میتونه قلعه بره به این شکل خیلی جذابه علیرضا بازی رو با حرکت ای چهار آغاز کرده، قطر فیل رو باز کرده، مگنس کارسن هم همین کار رو کرده و بی چهار یادمون باشه تئوری وجود نداره توی مسابقات 960. قطر این فیل باز شده توی بازی. چرا حرکت بی چهار خوبه؟ قطر فیل رو باز کرده، رخ آزاده توی بازی، بعداً میتونه به بازی اضافه شه. فضا خوبی هم داره توی بازی میگیره. مگنس هم همین کار رو انجام میده. علیرضا اسب رو گذاشته خونه اچ میخواد پیاده رو از خونه F4 به بازی اضافه کنه و با اسب خونه F4 رو حمایت کنه مگنس کارسن هم اسب رو گذاشته خونه E7 آماده میکنه پیاده های خودش رو توی مرکز برونه F4 تعویز اتفاق افتاده پس نگرفت علیرضا توی بازی قله رفته فشار رو به این پیاده حفظ کرده قابل دفاع نیست پیاده مثلا بخواد دفاع بکنه با اسب اینجا میزنه اما با اسب دفاع کرده در واقع این حرکت اسب وزیر رو آزاد کرده با فیل داره حمله میکنه به این پیاده علی رضا فیروز را پیاده خودش رو حمایت کرده این پیاده جایی نمیره توی بازی فیل گسترش پیدا کرده تعویز فیل ها اتفاق افتاده و علی رضا فیروز رو پیاده خودش رو توی بازی پس گرفته وزیر توی بازی فعال شده علی رضا با وزیر اسب خودش حمایت میکنه و مگنس کارسن اینجا رخ رو گذاشته خونه ای هش. انتخاب بهتر تعویز بود که بره توی یک آخر بازی که کاملا مساویه اما با حرکت در واقع اینجا با حرکت رخ ای هش اجازه میده خود علیرضا این تعویز ها رو توی بازی رقم بزنه و حالا یک ساختار پیاده یه دوبل داره سیاه که یه ذره برتری رو به سفید میده توی بازی رخ اومده به خونه سه میخواد از این خونه ها استفاده کنه توی بازی و بیاد سراغ پیاده های ضعیف سیاه آشیش بازی شده بعدا با فیلم خواد پیاده رو توی پی بازی حمایت کنه حمله به پیاده فیل دفاع کرده حالا اومده سراغ ضعف بعدی توی بازی علی بسیار زیبا بازی میکنه حرکت سی اینجا وجود داره اما این فیله رو ببین دیگه ای به هیچ دردی نمیخوره حکم یک پیاده داره که داره پیاده های خودش رو حمایت میکنه هاش توی بازی بستن مگنس کارسن اینجا اسب رو برمیگردون عقب تا از پیاده خودش حمایت کنه قطر فیل رو هم همچنان باز نگه داره اسب گسترش پیدا کرده داره میاد تو خونه سی پنج بشینه به فیل و پیاده ها توی بازی و سفید داره فعالتر بازی میکنه قلعه میره بالاخره توی بازی اینجا مگنس کارسن و اسب اومده به خونه سی پنج تنها حرکتی که همه چیز رو توی بازی دفاع میکنه حرکت فیل سی هشت پیاده رو دفاع میکنه اینو هم داره دفاع میکنه خودش هم از زیر ضرب بلند شده حالا اینجا رخ اومده خونه آسه و این پیاده دیگه قابل دفاع نیست بخواد دفاع کنه که از دست میره اسب میکوبه توی رخ و اینجا باید پیاده رو توی بازی تسلیم کنه از گسترش پیدا کرده تعویز اتفاق افتاده الرزا فیروز جا. حالا یک پیاده توی بازی پیشه و مگنس کارسن دی پنج رو بازی کرده میره سراغ ضد حمله اوکی یه پیاده پیشی اما میام که مهرام فعال کنم ستون ای رو باز کرده برای رخ خودش آسه پیاده بی ها رو توی بازی دفاع میکنه علی رزا. اینجا حمله دوگانه به فیل به رخ توی بازی رخ از زیر بلند شده رخ ها توی ستون ای دوب شدن در رضای پیاده که عقبه مگنز حالا یه ذره فعالیت رخ های بهتری داره توی بازی اینجا رخ اومده خونه سی شیش در واقع فشار به این پیاده و دفاع از پیاده سی دو توی بازی اسب کوبیده توی فیل پس گرفته شده و رخ از پیاده خودش توی بازی حمایت کرده رخ عرض دوم رو کنترل میکنه G5 مگنس داره از جناه شاه پیاده ها رو میرونه حمله کنه اچ 3 خونه فرار برای شاه خالی میکنه و اینجا رخ به خونه F5 اومده دی 4 از طرف علیرضا کیش شاه به بالای صفحه اومده تنها خونه ای که داره و اینجا رخ ها توی عرض اول دوب شدن در اصل و خونه... کیش خونه H1 بسیار خطرناکه سیاه ترهش اینه که F5 بازی کنه و شاه رو توی بازی بعد از حرکت F4 محدود کنه و بیاد برای مات اینجا رخ برگشت عقب F5 حرکت بعدی شاه رو گیر میندازه منداز... توی خونه H2 و رخ H1 هم برای مات میاد اما یک تمپ عقب مگنس کارسن شاه فرار میکنه حالا اگر بخواد این حرکت توی بازی انجام بشه شاه از خونه G4 میره و دیگه این پیاده هم قابل دفاع نیست پیاده G5 رو هم اینجا سفید میبره میبینید رخ نمیتونه برگرده و دفاع کنه اما اینجا مگنس شاهش رو گسترش داده فعال کرده پیشنهاد تعویز داده علی رزا. اینجا مگنس کیش داده تنها حرکت دفاع از رخ حرکت شاه افسه هست اینجا از پیشنهاد تعویز رد کرده پیشنهاد تعویض رو مگنس شاه رفته خونه g 4 فشار به این پیاده شاه دفاع کرده و پیاده C7 رو هم توی بازی مگنس از دست داده حالا مگنس کارسن دو پیاده توی بازی عقبه و یک چهار در مقابل یک این سمت صفحه است که میتونه الرزا رونده هاش رو ایجاد کنه و بازی رو ببره پس مگنس باید دست به کار بشه میاد خونه ایسه آماده است که تو خونه جیسه کیش بده به این پیاده هم داره فشار وارد میکنه شاه فرار میکنه وان میسه توی این لحظه مگنس کارسن حرکت رخ ای یک رو بازی کرده که حرکت اشتباهی بوده در واقع اینجا باید یه کیش میداده شاه میرفته بالا بعد رخ ای یک رو بازی میکرده یا حالا دیگه مثلا این رخ نتونه کیش بده پیادش دفاع داره بیاد سراغ کیش دادن به شاه مثلا شاه به مسیر خودش باید اینجا ادامه بده و دیگه مثلا رخ میتونه بره خونه ای 8 بیاد سراغ دفاع بعدا این رخش رو هم میتونه به بازی اضافه کنه اما رخ یک بلا فاصله انجام شده و اجازه داده که علی رزا این کیش رو توی بازی بده شاه اومده بالا و بعد از حرکت رخ G6 مگنس کارسن توی حرکت سی و هفتم از بازی انصراف داده چون پیاده جی G5 دفاع نمیشه داره میکوبه تو جی 5 اوکی جی 5 رو میتونی دفاع کنی جی 7 میره داره تو حرکت بعدی هم حتی میاد برای مات شاه باید برگرده دوباره کیش الان توی این وضعیت سه پیاده در اصل عقب افتاده مگنس و دیگه میدونیم آخر بازی نیست که مگنس کارسن بخواد حتی براش تلاش بکنه چون آخر بازی رو میبازه حتی اگر که بخواد پیاده آسه رو هم بزنه اینجا میتونه جی هفت رو بزنه باز جی پنج زیر زربه باز میتونه بهش حمله کنه به همین دلیل آخر بازیه که اصلا خیلی فایده بر مگنس نداره سی ثانی هم توی بازی بیشتر وقت نداره توی حرکت سی و از بازی انصراف داده رونده های سفید بسیار قدرتمندن باید ببینیم بازی فردا چه اتفاقی میفته امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید اگر سبک ویدیوهای 960 و بازی 960 و دوست دارید بگید بیشتر براتون درست کنم من خودم خیلی خوشم نمیاد یعنی بازی که بخواد تئوری نداشته باشه اصلا رو مخم اینجوری یعنی باید بفهمم چه اتفاقی میفته مثلا این شروع بازیش رو اینجا خیلی نمیفهمم یعنی یعنی چی این چه وضع شطرنجه با ها خیلی به ذهن کمک میکنه ولی آه... یه ذره به ذهنم فشار میاره اذیت میکنه باحاله ولی امیدوارم شما هم لذت برده باشید توی ویدیو بعدی میبینم بتون.